به نام خدا سلام مجدد دارم خدمت شما همراهان پیج ایران ودر مدتی است که یک سیستم قوی ای سودانی رو دنبال میکنیم و از حدودا چند ساعت دیگه این سیستم قوی از سمت غرب و جنوب غرب کشورمون وارد منطقه ما میشه این سیستم عظیم علاوه بر ایران عراق عربستان بخشای از سوریه اردن رو هم بخش عظیم ترکیه بخش عظیمی از خاور میانه رو درگیر میکنه و خیلی از این کشورها و به همراه غرب ایران احتمالا در روزهای آینده گزارش سیل و آسیب رو متاسفانه خواهید شنید بریم ببینیم که چه خبره تصویر پشت سر من محدوده قرمز و قهوه رنگ بخار آب جو یا همون فعالیت سیستم رو نشون میده که از حدودا چند ساعت دیگه از نخستین ساعت بامداد چهارشنبه از سمت منطقه غرب و جنوب غرب وارد کشور میشه گفتم تصویر نگاه کن این محدوده قرمز و در واقع قهوه رنگ بخار سنگین آب که هرچی به سمت ایران ما میاد این بخار آب در واقع به سمت قهوه‌ای میره یعنی سیستم عمیق و عمیق‌تر بخار آبش بیشتر میشه و هسته هاش در ایران تخلیه خواهد شد این سیستم عظیم سیستمی که در تصویر میبینید از رنگ قرمز از سرخ تا نیتان حتی از کمی از دریای سیاه هم رطوبت گیری میکنه یک سیستم تلفیقی عظیم و معمولا کم پیدا در خاور میانه همچین های کم پیدا هستن و خدا رو امسال چندباری کم بخصوص در غرب کشور و جنوب غرب تکرار شد اما کجا از عزی این سیستم عظیم بارش دارن غرب کشور از این سیستم بارش داره میتونم اشاره کنم به استان های در تصویر پشت سر من مجموع بارش در واقع این سیستم رو مشاهده میکنید غرب رن... و جنوب و غرب و شمال غرب کشور و بخشی از شمال غرب کشور رنگ قرمز بخشی از نیمه شمالی نشان از بارش سنگین این موقع سال توفان تگرگ و آسیب متاسفانه به باغ ها و مزارع کشاورزی کجا باش دارن اول میگم کجا باش دارن بعد میریم سراغ اونای اون منطقه که احتمال آسیب است آذربایجان شرقی غربی کردستان کرمانشاه اردبیل گلستان گیلان مازندران خراسان شمالی شمال خراسان رضوی تهران قزوین البرز پایینتر لورستان کرماشا هم گفتم ایلام خوزستان کوکیلو بوی رحمت بخشای از استان بوشهر به مرکز و بیشتر شمال بوشهر شمال غرب فارس بخشای از فارس فارس هم بیشترش بارندگی احتمالا خواهد داشت اما شمال غربش کمی حجمش بیشتره در همدان زنجان کلا اگر استانی رو نبارم اسفهان به شکل پراکنده داخلتر استان یزد به خصوص قربش بخشای به شکل ضعیف بخشای از قرب کرمان به شکل ضعیف در سیستان و بلوچستان در قرب استان سمنان هم هممرز با قوم و تهران و بخشای شمالی استان سمنان و در این مناطق بارندگی داریم این بارندگی ها در استانهایی گفتن منجر به آسیب و خسارت میشه هر جا که رنگ قرمز و قهوه‌ای هست که بارندگی سنگینه کجاها آسیب خواهند دید و احتمال سیل زیاده در بازی زمانی در دو روز چهار این موج از چهارشنبه تا جمعه جمعه عصر و شب کلا کشورمون از سمت شمال شرق تخریب کنید در چهارشنبه و پنجشنبه در این دو روز در غرب کشور در کردستان در کرمانشاه در ایلام در لرستان. در خوزستان به خصوص شمال و شرق خوزستان در کوکیلو بوی رحمت در چارمحال و بختیاری بخشهایی از ضعیف‌تر شم... در شمال غرب فارس بخشهایی از غرب استان اسفهان بخشهایی از همدان بخشهایی از استان قزوین و البرز بخشهایی از شمال تهران بارندگیهاشون سنگین سنگین از سنگین چه جمله گفتم یعنی بیش بارندگی خیلی بیشتر در ارتفاعات زاگروس مرکزی در شمال خوزستان در چارمحال بختیاری در جنوب لورستان سراسر ایلام لورستان سراسر لورستان بهتر بگیم در کرمانشاه جنوب کردستان این محدوده این محدوده کوکلو رو رحمت رحم اضافه کنیم حتما خبر گزارش خسارت رو متاسفانه خواهید شنید در جنوب غرب در خوزستان صدهای بزرگ کشور در زنجیره کارون صدها پرند بعضی از سدهای کارون 4 تا 5 متر تا سرریز شدنشون مونده همچنین صد دز کرخه البته ظرفیت زیاده داره در حوزه کرفه... کرخه در جنوب ایلام و بخش از لرستان هر چی سیلابیات کرخه خوشبختانه مهار میکنه اما دز و بخزن کارون سدها باز شدن هموطنان در منطقه خوزستان آگاه باشن اگر کشاورزی دارید در کنار این رودخانه کارون و کرخه و بخصوص نس حواستون باشه که احتمال آب گرفتگی های شدید باعث میشه که رودخانه از بستر خودش خارج بشه صدا رو باز کردن جایی نمونده انقدری که امسال در جنوب غرب کشورمون بارون بارید گفتم بارون به طور مثال اهواز در جنوب در مرکز خوزستان بارش سالیانش 213 میلی تا این لحظه 227 میلی متر یعنی همین الانش هم بیش از نرمال سالیانش بارون واریده در روزهای آنها هم بیش از این خواهد شد خلاصه که مراقب باشید حسابی اگر ساکن غربید یا ما مسافرت کردید به سمت غرب کشورمون خیلی مراقب باشید ریزش تگرگ ریزش تگرگ اما باد و دما چه خبره تصویر پشت سر من مجموع رو نشون میده بهار این سیستم مشاهده میکنه رنگ سبز و نارنجی بارندگی سراسر کشور با نفوذ این سیستم بارنده بادهای سنگینی هم خواهند داشت در شمال غرب در غرب کشور در ارتفاعات البرز مرکزی به خصوص ارتفاعات جنوب گلستان به خصوص استان خراسان رضوی خراسان شمالی شرق سمنان این ممدور بادهای شدید دارند در شرق اصفهان در کرمان بخشهایی از شمال فارس در سیستان و بلوچستان در های از کرمان و سیستان و بلوچستان و شرق اصفهان احتمال خیزش گرد و خواهی همچنین در های از نیمه شمالی احتمال رخداد داد شکلی پدیده به سبب افزایش سرعت باد دور از انتظار نیست در غرب کشورمون اما باد شاید با طوفان و تگرگ احتمالا خسارت خواهد زد این از این سیستم و باد اون اما دما خیلی این روزا چون داریم به سمت تابستان میریم نوسانات دمایی وحشتناکی داریم تصویر دمایی رو مشاهده میکنید همزمان با نفوذ سیستم و کاهش شدید دما در باند غربی رنگ آبی و در واقع سبز و بنفش کاش شدید ما اون طرف رنگ جگری قهوه‌ای و قرمز در شرق کشورمون افزایش دما رو داریم چه اتفاقی خواهد افتاد از امروز افزایش دما شروع شده و تا فرق تا 20 درجه تا 15 تا 20 درجه افزایش دما در شمال شرق که تا جمعه دو سه روزی ادامه داره همتنان در شمال شرق حسابی نسبت به این افزایش دمای عجیب غریبی دارند بهار است و اتفاقات عجیب غریب اون این افزایش دما که دو روزی موندگار خواهد شد و بعد از اون دو سه روز برمیگرده به عادی نرمال این موقع فصلش اما در غرب کشورمون همزمان با نفوذ سیستم کاش دما شدید خواهد بود در غرب و شمال غرب کاش دمای 5 تا 10 درجه بخوست تا 10 درجه رو داریم اما تاثیر بعدی از بازم از دما همطور که مشاهده میکنید نفوذ بیشتر این کاش دما رو نشون میده و ضعیف شدن در واقع شدت افزایش دما در شمال شرق رو میبینید نفوذ بیشتر خدا رو شک از دو سه روز با نفوذ این سیستم کاش دما شدید خواهد شد در غرب کشور در غرب 8 تا 10 درجه شمال غرب 8 تا 10 درجه دیگه نقاط نیمه شمالی 5 تا 10 درجه مرکز هم 5 تا 8 درجه بخش از جنوب هم تا 3 تا 5 درجه در جنوب غرب کشورمون 10 تا 12 درجه کاش دما رو داریم پس موقت اما هوا خنک خواهد شد و نسبتا در برخی نقاط سرد اما این روند طولی نمیکشه مجددا افزایش دما از حواسط هفته آینده شروع خواهد شد خیلی ممنونم که این گزارش رو دیدید اوقات خوش مراقب خودتون باشید خدا نگهدار